سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز در بخش دوم برنامه طبق عادت معمول در خدمت آقای علی جوانمردی مدیر رسانه آواتودی هستیم. با توجه به شکوهی که امروز هموطنان عزیز ما معلمان در سراسر کشور بار دیگه به نمایش گذاشتن و نشون دادن که برای آزادی بودن، برای درس آزادی باید تمام آنچه رو که دارن قربانی کنن و فدا بکنن. شاهد بودیم در این روزهای گذشته آقای بوداغی دستگیر شد، تعدادی از فرهنگیان مورد بازجویی شدید قرار گرفته بودند در روز گذشته و تهدیدهای فراوان. با همه اینها ما الحمدلله شکوهی رو شاهد بودیم که دنیا چشمش به اون با نگاهی تحسین‌آمیز بود، هرچند که نظام سراسر فرقه‌گرا و سراسر مستبد جمهوری اسلامی توان تحمل دیدن این قدرت رو نداره و دیدیم که چگونه معلمان رو در شیراز مورد ضرب و شتم قرار داد. اما همه اینها رو ما به فال نیک میگیریم برای آینده‌ای روشن. سلام و درود بر شما جوانمردی عزیز. سلام و درود خدمت شما جناب آقای احراری و خدمت همه بینندگان و شنوندگان گرامیتون. خب طبق عادت معمول در خدمت شما هستیم، اون چیزی که لازم میدونید بیان بکنید، توضیح بدید، بعد سوالات بینندگان رو خدمتتون ارائه خواهم داد. خودتون موضوع رو شروع کردید، مسئله معلمان مسئله بسیار بسیار مهمی بود. به رغم پیامک‌های تهدیدآمیز، به رغم احضار خیلی از آموزگاران، تهدید اونها، تعهد گرفتن از برخی از معلمان و تقریبا همه راه‌هایی که بتونن مسدود بکنن این حق طلبی معلمان، به رغم تمامی این تلاش‌ها در سرتاسر ایران معلمان اومدن و اعتراض بسیار باشکوهی رو برگزار کردن. این نوید این رو میده که جامعه فرهنگی ایران به این سطح از هوشیاری و آگاهی رسیده که دیگه فریب وعده‌های دروغ آخوندها رو نمیخوره و کاملا واقف هست که تمام وضعیت بدی که جامعه فرهنگی ایران در اون قرار داره عمدی توسط آخوندهاست. این سوال خیلی مهمه، یعنی آخوندها مثلا پول ندارن وضعیت معلمین رو بهبود ببخشند؟ فرضاً خامنه‌ای خائن و رئیسی از وضعیت معلمان خبر ندارند، نمیدونند که در چه وضعیت فلاکتباری هستند، تبعیض در بین سیستم آموزش و پرورش اینها چقدر بالاست، اون وقت حوزه های علمیه آقایون خودش از چه وضعیتی، از چه شرایطی برخوردار هست؟ پول هم میدن حتی به دانش آموزان، به قول معروف به طلبه ها هم. خب این عمدی هست. آخوندها از طرفی میخوان که سیستم آموزشی ما فرسوده و به میزانی از فلاکت برسه که دیگه مردم آگاهی رو که از معلمان میگیرند، دانشی رو که از معلمان میگیرند، این مختل بشه. چرا؟ چون راز بقای جمهوری اسلامی در جهل و نادانی هست. مردم ندونن، نفهمن، اینها راز بقاشون در این هست. و آموزگاران هر چقدر در فلاکت بیشتری باشن، سطح فرهنگی، سطح شعور سیاسی و اجتماعی مردم پایین میاد. خیلی طبیعی هست. آموزگاران مربیان ما هستند. اگر اونها به ما خوب درس ندن، خب ما خوب درس نمیگیریم. و خیلی طبیعی هست که سطح فرهنگی جامعه پایین میاد. سطح فرهنگی پایین بیاد به نفع آخوندهاست، بقای آخوندهاست. جامعه فرهنگی ما این رو متوجه شده. متوجه شده که میتونه حق رو فقط در کف خیابون بگیره. چون وعده های اینها دروغ هست. و تا زمانی که بهشون فشار نیاد، تا زمانی که اینها به خطر نیفتند، حکومتشون به خطر نیفته، تحت هیچ عنوان حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه فرهنگی ایران نخواهند بود. و این رو معلمان شرافتمند متوجه شدن. این رو همه میدونن که دیگه حق گرفتنیست و درس حق گرفتنیست رو معلمان دارن به جامعه ایران، به همه قشرها پس میدن. و این خیلی مهم هست که این درس رو ما، این الگو رو ما از معلمان بگیریم که حق گرفتنیست، در کف خیابون میتونیم حق خودمون رو بگیریم. هر بار که تهدید بیشتر میشه، شما از آقای بوداغی گفتید، خیلی از معلمان دیگه هم در زندان هستند، افراد ناشناس در شهرستان ها در زندان هستند که شاید ما اسامی و مشخصات همه اونها رو نمیدونیم، اینها هر بار که میان بیشتر فشار
برای معلمان میارن و سعی میکنن که اجازه ندن مثلا برای بار بعدی اعتراضات بشه، اعتراضات پرقدرت‌تر، با شکوه‌تر و وسیع‌تر در سراسر ایران برگزار میشه. این یعنی اینکه آقایون دیگه راهی ندارن جز اینکه سیاست خودشون رو تغییر بدن در مقابل معلمان، و دیگه همه متوجه شدن فضایی که بر معلمان حاکم شده این عمدی هست. جامعه رو میخوان بلایی سرش بیارن که سطح فرهنگی پایین بیاد. معلم اگر 4 تا شغل 3 تا شغل داشته باشه نمیتونه سر کلاس خوبی درس بده، نمیتونه وظیفه خطیر و مهم معلمی رو به خوبی انجام بده. پس نباید هم بتونه از دیده بشه. وعده هایی که میدن همش دروغ، همش دروغ، همش دروغ، و این رو معلمان درک کردن. این خیلی مهم بود. ولی مهمتر از این دو مسئله است. یکیش این که ما در مریوان، در شهرستان مریوان، یک نمونه بسیار مهمی رو دیدیم که باید الگوسازی بکنیم، و اون این هست که دانش آموزان در صف اعتراض و تحسن معلمان بودند. دانش آموزان میدونن که تحصیلات با کیفیت رو معلمی که گرسنه هست، زیر خط فقر هست، نمیتونه بده، و این حق مسلم دانش آموزان هست. به همین دلیل این ظلم بر معلمان ظلم به دانش آموزان هم هست. در سرتاسر ایران دانش آموزان حتما باید سعی بکنیم که در اعتراض بعدی معلمان در تحسن اونها حضور داشته باشیم. اگر لازم باشه همراه با اعضای خانواده، فامیل و بستگان، همه رو با خودمون ببریم. و نکته دوم خیلی مهم این هست که ما باید اعتراضات رو به لحاظ زمانی و مکانی به هم گره بزنیم. یعنی کارگران رو هم در روزی که معلمان تحسن میکنن برگزار بکنیم. بقیه قشرهای جامعه، مال باختگان، جانبازانی که سر اونها کلاه رفته و ما چندین بار شاهد اعتراضاتشون بودیم، قشرهای مختلف جامعه که ناراضی هستن، همه و همه باید مسئله زمانی و مکانی اعتراضات رو به هم گره بزنیم که اینها بتونن همه با هم در یک نمایش پرقدرت بسیار وسیع‌تر در سراسر ایران نظام فاسد آخوند خامنه‌ای رو متوجه بکنیم که دیگه این مردم، معلمان، جامعه فرهنگی ایران نمیپذیرند و قبول نخواهند کرد ظلمی رو که به مردم روا میدارن. همه میدونن که خامنه‌ای خائن، به خوبی اطلاع داره. زمانی که میاد از ظلم به مردم بحرین و از سوریه و از یمن و کجا میگه، ولی بغل دست خودش یعنی خبر نداره از معلمان، از فلاکتی که به معلمان تحمیل کردن، از کشاورزان، از اصفهان، از بیابی که نتیجه فساد مدیریتی، سوء مدیریتی، نه فقط این، فراتر از اون عمد برای از بین بردن محیط زیست ایران هست. اینا خبر ندارن، خبر دارند. وظیفه اینها نابودی ایران هست، ولی ما میتونیم با هوشمندی، با حرکات اعتراضی، با تداوم این حرکات، با گسترش اون، با به هم گره زدن همه اعتراضات، حق خودمون رو بگیریم. معلمان به ما درس حق گرفتنیست و ندادنی رو دادند. آخوندها حق نمیدن. آخوندها ایران رو همه داریم میبینیم، هزاران بار هم گفته شده، به سمت نابودی میبرن. غارت حد اکثری، دزدی حد اکثری و حتی الامکان از هر طریقی در سرتاسر کشور ادامه داره. شما نگاه کنید، اینها در بودجه سال 1401 که بودجه به فلاکت رساندن مردم ایران هست، آمار و ارقام عجیبی رو میبینید که نشون میده که آخوندها واقعا میخوان که مردم بدبخت بشن. مسئله این نیست که نتونن کشور رو اداره بکنن، به طور عمد میخوان بلایی رو سر مردم بیارن که دیگه هیچ کسی به فکر آزادی نباشه، همه به فکر نان باشن. اینها اومدن گفتن مالیات بر دارایی رو اضافه کردند، ارقام بالا. یعنی شما اگر یه خونه دارید باید مالیاتش رو بدید، اگر یه ماشین دارید باید مالیاتش رو بدید. و جالب اینه قانونی رو قبل از اون تصویب کردن که کسی حق نداره در مورد دارایی مقامات حکومتی تحقیق و تفحص بکنه. یعنی چی؟ یعنی مالیات برای مردمه. آخوندی که 100 تا زمین و خونه و مسکن و کاخ داره، اون اصلا کسی حق نداره که بپرسه چقدر دارایی داره، چه برسه به این که مالیات بر این دارایی رو بهش اضافه بکنه. با حذف یارانه بنزین که عملی خواهد شد،
در واقع 35 میلیون لیتر بنزین روزانه با بهای احتمالاً 22 تا 25 هزار تومان به جیب حکومت خواهد رفت. مرغ کیلویی 80 هزار تومان، یه شونه تخم مرغ به 100 هزار تومان خواهد رسید و یک موج گرانی بسیار بسیار وحشتناک و تاریخی در راه است. برای اینکه آقایون باید غارتشون ادامه داشته باشه. پس بنابراین اگر ما سکوت بکنیم، اگر درس معلمین رو که امروز به خوبی به صد تا سر ایران داده شد حق گرفتنی است و ندادن، این رو درک نکنیم و وارد میدان نشیم، حمایت نکنیم از حرکات اعتراضی معلمان و کارگران، به هم گره زدن اونها و تبدیلش به یک سیل بزرگ و خروشان سراسری برای عبور از جمهوری اسلامی، وضعیت رو یعنی شرایط رو برای مردم ایران بسیار بسیار بدتر خواهد کرد. پس خیلی خیلی مهم هست این. میخواستم خیلی کوتاه در مورد یک موضوع خیلی مهم دیگه هم صحبت بکنم. امروز همزمان با تحسن سرتاسری معلمان در کردستان دو تحسن بود، هم معلمان، همین که یک تحسن و اعتصاب سرتاسری و پرقدرت برگزار شد در شهرهای مختلف کردستان، در سنندج، در بوکان، در مریوان تا حدی، در اشنویه، در جاهای مختلف، در سرگز، در پیرانشهر برخی مناطق، در بانه، در جانرود و کامیاران برخی مناطق و در برخی محله های کرمانشاه هم، در اعتراض به اعدام زندانی سیاسی که حیدر قربانی در چند روز گذشته همه مردم ایران اسمش رو شنیدند. این یک نوع هوشمندی بود توسط مردم کردستان که این رو هم باید الگو قرار بدیم، همبستگی در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی که درس بسیار بسیار مهمی هست. اونها میکشن، جنایت میکنن، تا زمانی که ما سکوت بکنیم جنایات گسترش پیدا میکنه، تا زمانی که ما سکوت بکنیم اینها بیشتر گستاختر میشن آخوندها و میبینن که خیلی خوب کسی که صحبت نمیکنه همزمان با غارتی که داریم انجام میدیم کسی هم صداش در اومد سکوش میکنیم، ولی زمانی که اعتراض میشه، زمانی که به خطر میفتند، اینها عقب نشینی میکنن و این خیلی خیلی مهم هست که ما بتونیم در سر تا سر ایران مسئله اعتصابات رو راه بندازیم، مخصوصا در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی. و همبستگی با مردم کردستان خیلی مهم هست، برای اینکه این همبستگی در زمان دیگری پس داده خواهد شد به مردم سایر مناطق ایران. جنایتی که در کردستان میشه هیچ فرقی نداره با جنایتی که در بلوچستان یا در تهران یا در شیراز و کرج و مشهد و تبریز میشه، ولی این صدای همبسته رو ما باید ایجاد بکنیم که قدرت واکنش اعتراضی مردم بالا بره و آخوندها متوجه بشن که روز به روز وضعیتشون بگونه ای خواهد شد که ناگزیر به عقب نشینی بالاخره خواهند شد. دست مریضات میگم به همه همیهنان کردم که اعتصاب رو با قدرت برگزار کردن، چه از پایتخت شجاعت سنندج تا بقیه شهرستان‌های دیگه، و همچنین به همه معلمان، دست همه معلمان رو میفشاریم. همه ما بدهکار آموزگاران هستیم و امیدوارم که در اعتراض بعدی همه مردم در کنار معلمان حضور داشته باشیم برای اینکه این درس حق طلبی رو، درس حق گرفتنی است رو در عمل ما نشون بدیم. سپاسگزارم از شما جوانمردی عزیز. خوب شد یادآوری کردید بحث هموطنان عزیز کردمون، چون پیام‌هایی دارن داشتیم و همه انتظار داشتن که هموطنان دیگه ما در سراسر ایران درک بکنن و همراه بشن. و به یادم هست در حمله‌ای که به حزب دموکرات کردستان صورت گرفت در چند سال پیش، باز کردستان به مدت چند هفته به یک اعتصاب عمومی فرو رفت که جاش بود که ایران همراهی بکنه، هرچند اونها شجاعانه مقاومت کردن در این میدان و نشون دادن که میتونن آگاهانه بدون ترس متحد کنار هم باشن و با هم باشن. و امروز هم منم همینجوری به نوبه خودم شبکه جهانی کلمه تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم، زمینی که از معلمان بهشون دست مریضات میگیم، همینجوری گفتید من حتی میگم دستشون رو میبوسم، و هموطنان عزیز کردی که قهرمانانه نشون دادن در این اعتصاب که میتونن کنار مظلومان باشن.
ما هم باید کنار اونها باشیم و اونها رو رها نکنیم. اما آیه جوانمردی، در اعدام ظالمانه آقای حیدر قربانی که مثل سایر اعدامهایی که در کردستان صورت گرفت، شهرام و دیگران و اعترافهای اجباری و دست جنایتکار پرستیوی و بازجو خبرنگارها برای مبارون جلوه دادن این مظلومانی که واقعا شاید نقشی هم نداشتن، که این خودش که داستانی مفصل هست که من معتقدم سکوت ما عامل اصلی خون این بیگناهانه، اما تصویری رو در سراسر فضاهای اجتماعی پخش شد، حتی خانم شیرین عبادی این رو در کانال خودش گذاشته بود، تصویر کودکی آقای حیدر قربانی بر مقبره پدرش، بر قبر پدرش که توسط همین نظام جمهوری اسلامی کشته شده بود و اعدام شده بود، و امروز بعد از 42 سال دوباره این فرزند قربانی میشه. میخوام تعبیر خودتون رو به عنوان یک کرد، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان که واقعا یعنی ببینید پدر و پسر هر دو قربانی یک جریانن، پسری که دیروز بر قبر پدرش نشسته گریه کرده، در فراغ پدر یتیموار بزرگ شده، امروز خودش قربانی میشه و فرزندانش یتیم میشن. در این مورد میخوام یک تصویری رو به ما بدید تا سوالات رو کم کم خدمتون ارائه بدم. یک تراژدیه. زمانی که ما از تاریخ درس نگیریم متاسفانه تاریخ تکرار خواهد شد. تاریخ در مورد حیدر قربانی تکرار شد. پدرش 42 سال قبل توسط حکومت تازه به قدرت رسیده آخوندها اعدام شد. عکسی که توسط آقای رضا دقتی گرفته شده تا جایی که من بدونم، این عکس البته عکس‌های زیادی دارن ایشون، عکس‌های تاریخی، یادآور این حقیقت تلخ هست که چه ظلمی در اون منطقه به مردم میشه تحت عناوین مختلف. شما نگاه کنید، در سازمان ملل محکوم کردن این اعدام رو چون جمهوری اسلامی نتونست ادله کافی داشته باشه برای این اعدام، میخواست به نوعی هر طوری که هست حیدر قربانی رو به عنوان یک قاتل معرفی کنه که مسلح بوده، در صورتی که نه سلاح داشته نه قاتل بوده. فردی که البته این رو هم ما نمیتونیم قتل اسمش رو بگذاریم، یک عنصر اطلاعاتی که عامل کشتار مردم هست، توسط جوانان مجازات میشه، مجازات خیابانی. این برای جمهوری اسلامی در مناطق کردستان خیلی خیلی پرهزینه است، چون خیلی میترسند که این فرهنگ، این روش در تهران هم اتفاق بیفته. تصور کنید در تهران جوانان گروه هایی تشکیل بدن، کسانی رو که جنایتکار هستند، کسانی رو که معروف هستند و دیگه بر همگان واضح هست که اینها در جنایت هستند، رو خیابانی مجازات بکنند. به همین دلیل وقتی که نتونستن ضارب رو پیدا بکنند، توان این رو نداشتن ضارب رو پیدا بکنند، اومدن کسی که در یک مسیر تنها راننده این گروه بوده، اون هم در تمام اعترافاتش بوده و هست طبق گفته وکیل ایشون ناخواسته، اومدن ایشون رو اعدام کردن. در هیچ جای دنیا چنین مجازاتی برای چنین فردی امکان پذیر نیست که اتفاق بیفته، حتی در دیکتاتورترین کشورهای جهان. و نتونستند ضارب رو بزنن، ایشون رو اعدام کردن. با این حال حیدر قربانی از اعدام هم نترسید، بر سر موضع خودش که مخالفت با جمهوری اسلامی بود ایستاد و با شهامت گفت که از مرگ هم نمیترسه. ما کم نداشتیم چنین قهرمانانی. من همیشه میگم که اگر ما در کشور درست و حسابی بودیم، هر یک از این افراد قهرمانان ملی بودند که در مورد اینها کتاب ها و فیلم ها ساخته میشد. شما هر کشور اروپایی که اگه یک نفر دو نفر از این افراد رو داشته باشن، میبینید که در موردش فیلم ساختن، تاریخ درست کردن، الگو شده، در کتاب های درسیشون از اونها اسم میبرن. ما صدها نفر حیدر قربانی داریم. جمهوری اسلامی حیدر رو، آقای قربانی رو اعدام کرد، ولی اعتصاب امروز کردستان نشون داد که شخص خامنه‌ای خائن تو دهنی خورد از مردم کرد، تو دهنی که شما اعدام کردید ولی همه مردم حمایت میکنن. حیدر اعدام شد، صدها جوان دیگر به این مسیر مجازات خائنین و مزدوران خواهند پیوست، و این
متاسفانه تراژدی هست، تکرار تاریخ بعد از 42 سال. در حال حاضر ما خوشبختانه ولی در سرتاسر ایران داریم به اون بله آگاهی مردم میرسیم که دیگه مردم فریب نمیخورن، دیگه مردم مثل گذشته اگر جمهوری اسلامی اومد دروغی رو عنوان میکرد در مورد فردی که در مورد جنایتی که برای توجیه جنایاتش جنایتی که انجام داده، دیگه مردم باور نمیکنن، دیگه مردم میدونن دیگه اون سلاح رو که آخرین سلاح بقای جمهوری اسلامی هست اگر ما بتونیم به طور کامل از دستش در بیاریم، یعنی ایجاد تفرقه، اینها رفتنشون خیلی خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. سلاح تفرقه رو باید از اینها بگیریم و اجازه ندیم که بیشتر از این بتونن با ایجاد تفرقه جنایاتشون رو لاپوشانی بکنند، جنایاتشون رو توجیه بکنند. و در این مسیر، در این مسیر آگاهی مردم خیلی مشخص خواهد شد که کسانی که هنوز در صف رژیم هستند و ما در گذشته کسانی رو داشتیم که نمیدونستن، نمیفهمیدن، اینها فرق دارن با کسانی که عمدن میخوان نفهمن چون منافعشون در نفهمیدن هست. این صفوف داره از هم جدا میشه و ما خوشبختانه باید بگیم که در مسیری هستیم که جمهوری اسلامی روزهای بسیار سختی رو سپری میکنه برای بقای خودش، تلاش رو برای بقای خودش تا لحظه دقیقه 90 ادامه میده، ولی هیچ راهی برای بازگشت به این که بتونه بقا پیدا بکنه نخواهد داشت. خوشبختانه نه در کردستان، در کل ایران مردم همه ضد جمهوری اسلامی هستند و خوشحال میشن از هر ضربه‌ای که به رژیم وارد میشه و از هر فرصتی استفاده میکنن برای ابراز نارضایتی، که امروز ما این فرصت رو توسط معلمان در سرتاسر ایران دیدیم و قدرت معلمان رو همه ما دیدیم که باید تقویتش بکنیم، ازش حمایت بکنیم تا اینکه بتونیم به اون مرحله پایانی که ضربه نهایی به نظام فاسد هست برسیم. بله آیه جوانمردی عزیز، بینندگانی از جزیره قشمکی 2 روز پیام دادن، الان هم پیام داریم که ما شاهد صدای شنیدن صدای انفجار و بعد هم شلیک کاتیوشاها بودیم، ولی میگه ما نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده، اما اینا اعلام کردن که دارن مانور نظامی میدن، اما این شلیک موشک‌ها از کنار روستاها و خونه‌های مسکونی بود و ابراز ناراحتی کردن که آرامش ما به هم خورده و از طرفی اگر مانور باشه چرا در بین مناطق مسکونی باید مانور داده بشه و اگر خبر دیگری هست که خب میگه ما نمیدونیم. دوست دارم نظر شما رو در این مورد داشته باشم. ما شب گذشته ویدیوهایی رو که از روستای سرخه در همون منطقه در یک محوطه حدودا 35 کیلومتری در جزیره قشم بود، ما اون رو پخش کردیم، 5 6 تا ویدیو بود. مسئله این هست، خب اینها طبیعی هست، هیچ وقت به مردم حقیقت رو نمیگن. اگر مانور هست برای مانور طبیعتا میان به مردم میگن آقا ما فردا مانور داریم، شما یا اینجا رو ترک کنید یا خبر داشته باشید. مردم غیر نظامی خیلی طبیعی هست، این رو میگن مانور نظامیه، در صورتی که نگفتن اونم نصفشم. و بعد اگر مانور هست چرا در بین خودشون آتش سوزی و انفجار بوده؟ خب این چه مانوری هست که از مرکز مانور، یعنی از خود پادگانی که در روستای سرخه و در جزیره نزدیک مناطق مسکونی جزیره قشم هست، چرا اونجا انفجار و آتش سوزی بوده؟ اونجا چرا زمین ها سوخته؟ اینها دروغ میگن مثل همه موارد. خب طبیعی هست بیان بعد اعلام بکنن بله ما مانور داشتیم، مانور موشکی و علیه دشمن و فلان و از اینها، که شلیک هایی که انجام دادن با تعجب این که کسی اونجا نبوده مشخص نیست که اینها با چه هدفی بوده و یا چگونه است، و اگر مانور هست چرا قبلا به مردم خبر ندادن. در هر صورت اینها ضعفای خودشون رو پنهان میکنن در موارد مختلف ضربه خوردن نگفتن، چون نمیخوان مردم بفهمن که چقدر در ضعف و زبونی قرار دارن و همیشه میخوان خودشون بگن اگه اقتدار ما خدشه‌دار میشه، اقتدار کاغذی و پوشالی اینها در رسانه ها خدشه دار میشه اگر بفهمن اتفاقی افتاده. برای همین اینها هر اتفاقی میفته، شما در پارچین رو زدن، نتنز رو زدن، کرج رو زدن اسرائیلی ها، هواپیما اومد زد، به غیر از حملات سایبری، تمام اینها رو اون موقع ما پخش کردیم، همه اینها انکار میکردن تا بالاخره خودشون تایید کردن، در سازمان انرژی هسته‌ای شکایت کردن از اسرائیل، اسرائیل اومده ما رو زده، ولی به مردم نگفتن هیچ وقت، هیچ وقت چند و چونه
این حملات رو نگفتن. چرا؟ یک، اینکه ضعفشون مشخص خواهد شد، اشراف اطلاعاتی و قدرت عملیاتی اسرائیل مشخص خواهد شد، و دوم اینکه چون نمیتونن هیچ غلطی علیه اسرائیل انجام بدن به طور غیر مستقیم، به غیر از اینکه از راه مزدورانشون اون بماند، ولی خودشون مستقیم نمیتونن غلطی انجام بدن، پس بنابراین بهتره که سکوت بکنن و یه موضوع دیگر رو عنوان بکنن، حقیقت مخفی بمونه. این دلیلش هست. بله، خیلی متشکرم. نیاکنید دستی که از سوالاتی که خیلی اهمیت داره اتفاقا انجام بشه اشاره شده به طرف بینندگان، بحث اینی که این پاسدار تروریست شهلایی خوب شناخته شده بوده، برای بالاخره شناسایی ایشون، معرفی ایشون یا کشتن ایشون امریکا جایزه گذاشته بود. چه میشه که این فرد میره در یمن قرار میگیره و تمام عملیات و به قول معروف فرماندهی حوثی ها رو برای جنایت و کشتار به عهده داره تا این لحظه ای که حالا ایشون به درک واصل شده، حالا مرده به هر طریقی و حالا مشخص شده این شهلاییه؟ بله بفرمایید. نه، این شهلایی نیست. اجازه بدید این رو بگم، من تصحیحش کنم. در خبرها اینطور گفته شد حسن ایرملو با عبدالرضا شهلایی معروف به حاجی یوسف کاملا فرق داره. شباهت چهره در بین اینها هست، ولی دو آدم کاملا متفاوت هستند. این رو من فکر بکنم که وزارت خارجه آمریکا هم یا اعلام خواهد کرد به زودی یا اعلام کرده، نمیدونم، ولی اعلام خواهد کرد. این دو فرد کاملا متفاوت هستند. خبرگزاری ایرنا این رو گذاشت و برداشت. به نوعی می‌خواستن این رو تصدیق بکنن که شهلایی کشته شده تا شهلایی بتونه ادامه بده. اینطور نیست. این شهلایی نیست. این فرد همینان گرامی متفاوت هست. حسن ایرملو، حسن ایرملو سفیر به اصطلاح جمهوری اسلامی در اونجا با عبدالرضا شهلایی فرق داره. اصلا این دو از دو شهرستان متفاوت هستن و نباید اینها رو با هم اشتباه بگیریم. این خود جمهوری اسلامی این رو پخش کرد و به نوعی برداشت که بیشتر این تصور ایجاد بشه که اول پخش گذاشتن بعد برداشتن، که مردم به قول معروف این رو قبول بکنن. شهلایی هست، ولی در حال حاضر تا جایی که ما خبر داشته باشیم در یمن نیست در حال حاضر. این فرد ولی هست و به عملیات تروریستی، به صدور تروریسم داره ادامه میده. خب آقای جوانمردی، جالبه که اتفاقا بیننده‌ها اشاره کردن که کانال تلگرامی سربازان گمنام که وابسته به اطلاعات سپاه هست و کانال سایبری اماریون، اینا هنوز دارن می‌نویسن این آقا همون شهلاییه. چه حد میخوان پس به نظر شما این رو گم کنن که اون آقا ادامه بده؟ خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه، باید این کارو بکنن که اون آقا ادامه بده. من عرض کردم حتما یک دیپلمات آمریکایی این رو اعلام خواهد کرد. بدون تردید آمریکا دنبالشه و این فرد خیلی خیلی مخفی داره زندگی میکنه، برای اینکه خیلی محدود افرادی دیدنش، حتی امکان نتونه این، برای اینکه نتونه ردیابی بشه. شهلایی مدتی در کردستان عراق بوده. خود شهلایی کردتبار هست، از کردهای منطقه کرمانشاه، کرمانشاه و ایلامه، کردهای کلهور به اصطلاح. فردی هست، شناخته شده است، کسانی هستن باهاش کار کردند، این فرد رو میشناسن. با حسن ایرملو خیلی فرق داره. این شباهت رو اینها اومدن سوء استفاده کردن. دقیقاً میخوان بگن دیگه دنبال شهلایی نباشی، شهلایی رفت، تا اون بتونه در این حاشیه امن ادامه بده به مأموریتش که همون مسئله صدور تروریسم است. بله، خیلی متشکرم. بینندگانی که از سوالاتی که خیلی روش تکیه دارن، بحث آینده برجام گفتگوهای ایران در وین و اینکه واقعاً آقای جوانمردی میگن چگونه میبینن این شرایط، آیا گفتگو به سرانجام خواهد رسید یا نه، و آیا ممکنه ایران و امریکا رو در روی نظامی بشن با هم دیگه؟ در این مورد سوال مکرر بوده. یعنی برجام، من فکر میکنم که فاتحهش خونده شده. جمهوری اسلامی قصد سازش با آمریکا و غرب رو نداره. جمهوری اسلامی داره وقت میخره، زمان میخره، و این رو غربی ها تقریبا دارن میفهمن، مخصوصا دولت بایدن که بسیار سست عمل کرده. در حال حاضر اونها هم متوجه شدن که باید ضرب العجلی بدن که در 6 دی ماه جمهوری اسلامی دیگه اگر تمام تعهدات قبلی خودش رو نپذیره، دیگه فرصتی برجام تموم بشه، وارد پلن بی بشن. پلن بی خیلی دیر شده. متاسفانه مشاورینی که با آقای رابرت مالی هستن و شخص آقای رابرت مالی، اینها خیلی دیگه بیش از حد نسبت به جمهوری اسلامی از خودشون حسن نیت نشون دادن و زمان این هست که پلن بی رو اعلام بکنن. دیگه برای دولت آقای بایدن بسیار بسیار پر هزینه است که بخواد مثل دولت اوباما عمل بکنه
و نگرانی های اسرائیل رو نادیده بگیره. اینها مجبور هستن چون در سطح حزب دموکرات هم دیگه مخالفان خیلی زیادی دارن و نمیتونن نگرانی های اسرائیل رو که جدی و اساسی هست در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای دستیافتن به سلاح هسته‌ای اون رو نادیده بگیرن. پس مجبور هستن که اقدام بکنن. چه اقدامی خواهند کرد؟ من شخصا نسبت به پلن بی آقای بایدن خوشبین نیستم. ولی فکر میکنم که اسرائیل عاملی هست که در این بین اجازه نمیده که اگر دولت آقای بایدن هم بخواد سکوت بکنه، جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. از دید آقایون اینها دیگه پاسخی ندارند برای مردم ایران. شما نگاه کنید چه میزان فساد در کشور هست، چقدر مشکلات زیاد هست. هر طرف رو شما نگاه میکنید مشکل هست، دزدی هر جا هست، همه جا دزدی، همه جا فساد. آخوند به درجه از پلیدی رسیده، آخوند حکومتی، که دیگه قابل شمارش نیست که دارن چی کار میکنن. اینها برای هیچ یک از این مشکلات راه حلی ندارن، هیچ تلاشی هم نمیکنن، چون میدونن دیگه نمیتونن. تمام تلاش اینها متمرکز هست در دستیابی به سلاح هسته‌ای و الگوشون کره شمالی بوده. مذاکراتی که کره شمالی با غرب داشت دقیقاً برای زمان خریدن، همش دروغ گفتن به غرب تا اینکه دنیا رو در مقابل عمل انجام شده یه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دادن. همین الگوی آخوند هاست، چون تصورشون این هست بعد از اینکه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کردیم دیگه دنیا کاری به ما نداره، ما آزاد میشیم در درون هر طوری که خواستیم سرکوب بکنیم و حکومت رو میتونیم اینگونه ادامه بدیم، غارت ادامه داشته باشه، جنایت بیشتر بشه و هر کاری هم کردیم کسی هم کاری نمیکنه. ولی اساسا اینها در معادلاتشون مسئله وجود اسرائیل رو نادیده گرفتن. در این زمینه من تصورم این هست که نمیتونن به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنن و این سلاح نه تنها باعث بقای نظام نخواهد شد، بلکه سوت پایان نظام رو هم به صدا در خواهد آورد. بله، یکی از مواردی که اینجا مطرح کرده بیننده ای گفته که شما، حالا منظور شما است، ماجرا جهانی در مورد پدر آقای روح الله اعظم هفته قبل صحبت کردید و اینکه نقش وفا نیکبر و اون خانم اسمش هم اینجا شیرین نوشته من نمیتونم بخونم، اشاره کردید به این موارد، ولی آقای وفا نیکبر داره، شیرین نجفی، ولی آقای وفا نیکبر داره این رو انکار میکنه و کلیپ هایی گذاشته مبنی بر این که من حامی آقای زم بودم و پدر زم داره دروغ میگه. در این مورد خواست نظر شما رو داشته باشیم. با آقای نیکبر، آقای وفا نیکبر، بنده نه هیچ وقت هیچ خصومتی داشتم، نه هیچ حتی بگو مگو هم باش نداشتم. همیشه به من احترام گذاشته، خیلی هم تماس گرفته و در دوری هم من فکر میکردم که خب ممکنه آدم خوبی باشه. بحثی نیست که ما میخواییم از کسی بد بگیم یا خصومت شخصی هست یا موضوعی هست. که اول اینکه این رو بگم خدمتتون که وصیت خود زنده یاد روح الله اعظم این بوده که این دو فرد، یعنی هم آقای وفا نیکبر هم شیرین نجفی که مال افسر اطلاعات سپاه بودند، اینها رسوا بشن، به مردم گفته بشه. این وصیت فردی بوده قبل از اعدام. یعنی تصور کنید کسی قبل از اعدام نمیاد دروغ بگه، کسی رو خراب بکنه، تخریب بکنه، دیگه شما دارید به پایان میرسید در زندگیتون، در این دنیا تموم میشه. لزومی داره به نظر شما کسی بخواد دروغ بگه؟ خیر. دو، خیلی کوتاه بگم در مورد آقای نیکبر، ایشون چند تا برادر دارن، یکیش به اسم مسعود، برادر بزرگش در مسجد سلیمان عضو رسمی سپاه پاسداران جانباز هست، فردی هست که تحت عنوان پروژه مقابله با ریزگردها آقای وفا نیکبر رو به ایران برگردوند، یعنی زمینه سفرش به ایران رو فراهم کرد تحت عنوان پروژه ریزگردها. برادر دومش سعید نیکبر عضو حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خوزستان هست، برادر دومش آقای سعید، ایشون خودشون راننده در دوره حاج داوود رحمانی بودن. حاج داوود رحمانی فردی هست که در مسئله زندان‌ها در سازمان ملل هم اسمش آورده شد، جزء شکنجه‌گران و قاتلین صدها زندانی سیاسی بوده. دوره وحشت زندان‌ها در زندان قزل‌حصار همه این فرد رو به یاد دارن. و خود آقای نیکبر هم
با پسر قالیباف شریک بوده در دوره‌ای که به روح الله کمک می‌کرده. بسیار خوب. یعنی به نظر هممیهنان گرامی من، ما خصومتی با ایشون داریم، هدفی داریم از این مسئله، خیر، ولی حقایق باید روشن بشه. اینکه ایشون میاد انکار میکنه طبیعی، شیرین نجفی هم اول همه جان بهش تریبون میداد، میومد انکار میکرد، میگفت شکایت میکنم از فلانی، کجا رفت شیرین، کجاست؟ آقای نیکفر شکایت میکنه، کار ما رو ساده میکنه. من خیلی ممنون میشم ازش که شکایت بکنه، بسیار عالیه، کار ما ساده تر خواهد شد. شکایت بکنه، ببینیم به کجا میرسه شکایتش. خیلی مسائل دیگه هم هست که من نمیخوام اینجا بگم، ولی هممیهنان ما باید بدونن که اگر حقیقت رو در مورد هر فردی، هر کسی با هر موقعیتی بود، ما باید بگیم. خیلی ها میترسند از افشاگری، میگن موقعیتمون ممکنه به خطر بیفته. بنده کسی هستم که شاید بیشترین حمله به من شده به خاطر افشاگری، به خاطر اینکه حقیقت رو گفتیم. حقیقت در مورد هر کسی بوده، در تلویزیونی کار کرده که در بریتانیاست گرفته، تا در امریکا کار کرده، تا در فلانجا بوده، گفتیم این حقایق رو. به لحاظ شخصی و به لحاظ منافع شخصی به ضررمون بوده همیشه، شخصا من به ضررم بوده همیشه، ولی گفتم حقیقت رو، ابایی نداشتم، و تا روزی هم که باشم این حقیقت باید گفته بشه. این مسئله مسئله شخصی نیست، کدورت شخصی نیست. با این فرد بگو مگو هیچ وقت من بحثی هم نداشتم، یعنی بحث بد. و وقتی هم که متوجه شدم چنین اتفاق افتاده، خیلی متاسف شدم، چون فکر میکردم آدم خیلی ساده و خوبیه، و خیلی برای خودم متاسف شدم که واقعا به کی میشه اعتماد کرد، که چه دنیای بدی شده که آخوندها چیکار کردن که کسی میاد از در دوستی و رفاقت خنجر میزنه به رفیقش. روح الله زم به اعتمادش خیانت شد. ما نباید اون رو مقصر بدونیم، بگیم ساده بوده. خیلی از ما ممکنه ساده باشیم در رفاقت، چون خودمون صادقیم، و وقتی که به ما خیانت میشه، اون خیانتکاره که مجرم و نه کسی که قربانی بوده. پدر روح الله زم قابل تحسینه، کسی که اومد لباس پلید آخوندی رو به دور انداخت و رسمن براعت کرد، اعلام را براعت از این رژیم. خب این قابل تقدیره. اگر تا دیروز نمی کرد، ما هم بهش انتقاد، در دوره بنده هم انتقاد گرفتم ازش، ولی در حال حاضر غیر قابل تحسین همه ما. من هیچ تماسی هم هیچ وقت باش نداشتم، ولی این رو میدونم که ایشون راه درست رو رفت، وصیت پدر پسرش رو اومد اعلام کرد. همین امروز هم زنده یاد روح الله زم، شما نگاه کنید که چقدر از قبر زم هم میترسند. قدرت افشاگری یعنی اینقدر بالاست که رفتن غیر ریختن روی آرامگاه زنده یاد روح الله زم، آرامگاهش که با مادر بزرگش قبر طبقی بود، قسمت روح الله رو اینها روش غیر ریختن، چون میترسن ازش، حتی بعد از مرگ هم از اسمش، از راهش میترسن و نگران هستن. و همین مسئله آقای نیکفر، اگر شکایت بکنه کار ما رو ساده میکنه، و ما استقبال میکنیم، خیلی هم ممنون هستیم از شکایتش. بله، بیننده ای از سنندش پیام میداده که برای من جالبه، میگه با سلام، خسته نباشید، خدمت های جوانمردی سوالی داشتم. من هم مثل هزاران نفر از مردم سنندش 2 سال است که توی یک سایت به اسم یونیک فاینانس سرمایه گذاری کردیم. میگفتن بورس خارجیه، مثلا $1,000 یک سهم، و هر ماه بهمون $40 میداد، ولی الان یک سالی هست بهونه میاره و پول نمیده. من فکر میکنم این کلاهبرداری جمهوری اسلامی هست. میخواستم ببینم آیا جوانمردی ها از این جریان خبر دارن یا نه. بارها آقای احراری در مخصوصا برنامه‌های کردی، به این لحاظ که کردی، چون این گروه‌های کلاهبردار و تبهکار در مناطق کردستان خیلی زیاد شدن، در منطقه بانه، در سردشت، در جاهای مختلف، ماهآباد، در سنندج و غیره، آقا اینها کلاهبردار هستند. وقتی که آمریکا رسماً مخصوصا در دوره پرزیدنت ترامپ تمام مسئله بورس دنیا رو با جمهوری اسلامی قطع کرد، چگونه ممکنه اینها نمایندگی داشته باشن؟ یونیک فایننس در فرضاً سنندج نمایندگی داشته باشه. خب خیلی مشخصه، اینها به طور هرمی کار میکنن، میان
شما اگر کسی رو معرفی کنی بهتون پول میدن، یه مدت هم پولای خوب میدن تا اینکه اعتمادها جلب شد، پولها زیاد شد، غیبشون میدن. تمام اینها بارها این اتفاق افتاد و بارها ما گوشزد کردیم. متاسفانه خیلی ها قبول نمی کردن. ولی همه دیدن تمام اون این گروه های تبهکار و کلاهبردار که اینها در واقع هدفشون جیب مردم هست، ولی ما باید هوشمند باشیم وارد اینها نشیم. این پول هایی که به شما میدن به طور موقت برای این هست که جلب اعتماد بکنن. شما برید بگید خوبه به همسایتون، به بستگانتون، اونها هم بیان پول بذارن. ولی بعدش چه اتفاقی افتاد؟ کسانی به ما زنگ میزدن که ما زندگیمون رو فروختیم، وارد این بازی ها کردیم و در حال حاضر رفتی چیکار بکنیم. خیلی ها خودکشی کردن در این زمینه، چون سرمایهشون رو، دارایشون رو از دست داده بودن. خب خارج بشید از این گروه ها. مسئله استاک مارکت مسئله جدی و مهمی هست که در دنیا مردم ازش دارن پول میگیرن، یا خیلی هم ممکنه البته مثل قمار هست پول از دست میدن. ولی اگر ایران اگر شما بخواید وارد این بازی بورس یا استاک بشید، در ایران خیلی فرق داره. ایران تحریم هست و به این دلیل بورس های جهانی در ایران نمیتونن وجود داشته باشن. اینها کلاهبردارن، خیلی مشخصه، باید بدونید این رو. و از این کلاهبردارها شما دوری بکنید، وارد نشید و اگر پولی دارید خارج بکنید تا پولتون از دست نرفته. همه این هم سرشون بند هست به یکی از افراد حکومتی، یه سپاهی، یه آخوند، یه جایی که در اینها نه خودشون مستقیم، غیر مستقیم دارن این کلاهبرداری و غارت مردم رو مدیریت میکنن. بله، یاد دو مطلب رو من بگم. یکی خبری رو به من داده بیننده از آزاد شهر، میگه که آقای گرگیش رو بردن فرمانداری از صبح تا ساعت 8 شب و معلوم نیست در چه شرایطی ایشون بوده. وقتی که بیرون اومده بود رنگش پریده بود و شرایط عادی نداشت، که خب دیگه ما انشالله ما در این مورد بررسی خواهیم کرد و به شما بینندگان خواهیم گفت. اما جوان من خیلی کوتاه اجازه میدی من اظهار نظر بکنم. خواهش میکنم. مولانا گرگیچ، اینها از همبستگی اهل سنت ترسیدن، از اینکه اهل سنت تبعیض رو درک کرده، متوجه شدن که نمیتونن همینطور ادامه بدن، ظاهرا آزادش کردن. ولی بهش فشار آوردن که مثلا بره بگه آقا برید خونه هاتون کاری نکنید، و به این شرط آزادش کردن که اجازه نده مردم، یعنی این همبستگی ادامه داشته باشه و همبستگی رو خدشه‌دار بکنه. این خیلی مهم هست که هممیهنان اهل سنت ما این رو بدونن، بر سر موضع خودشون باشن، حمایت بکنن. و شخص آقای مولانا گرگیچ هم باید این رو بدونه که به این حمایت مردم نباید خیانت بکنه. در مقابل آزادیش، آزاد خواهد شد بالاخره. اینها نمیتونن نگرش دارن، چون میترسن، چون میدونن که امکان پذیر نیست براشون. صدها آخوند حکومتی میان به میل خودشون به همه توهین میکنن، به مذهب همه توهین میکنن، به همه بی احترامی میکنن، اتفاقی براشون نمیفته، ولی برای ایشون پاپوش درست میکنن و میخوان حذفش بکنن، چون محبوبیت مردمی داره. محبوبیت مردمی رو زمانی میتونه حفظ بکنه که پشت مردم رو خالی نکنه، کما اینکه مردم پشت ایشون رو خالی نکردن. این خیلی مهم هست که اهل سنت به طور همبسته علیه این اقدام حکومت ادامه بدن به اعتراض و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بتونه همبستگی اونها رو خدشه‌دار بکنه. خیلی متشکرم، نکته خوبی رو اشاره کردید که واقعا این رو نباید فراموش کرد که به هیچ قیمتی نباید این همبستگی از بین بره، که چه بسا اینها بخوان همونجوری که جوانمردی اشاره کردن با ایجاد تفرقه بتونن اتحاد ما رو، حرکت ما رو، پویایی ما رو، اعتراض ما رو به سردی بکشونن. و بعد افرادی که این وسط واقعا علمداران این جریان بودن قربانی بشن، و انشالله که این سری آخرشون بود، در این توان رو نخواهند داشت. آقای جوانمردی، بیننده ای از ما خواسته که پاشنه آشیل اعتصابات کشوری در بازار و کسبه هست، همونجوری که ما امروز در کردستان دیدیم. چرا گروه هایی که فراخوان میدن یا آقای جوانمردی رو بازار و کسبه کمتر کار میکنن؟ بازار و کسبه کردستان بازار و کسبه خورده پا هستن، اینها حکومتی نیستند، مردمی هستند، هر کسی بازاری های مردم. حکومت در تهران اومده خیلی از کلان افراد بازار رو افراد خودش چیده، یعنی عناصر خودی هستند و وابسته به رژیم هستند، و اونها همیشه نقش سوپاپ اطمینان رو داشتن برای جلوگیری از اعتصاب و تعطیلی بازار. ولی این تایمش، یعنی زمانش به پایان میرسه. یعنی چی؟ مصرف این افراد، این بازاری های حکومتی، تاریخ مصرفشون به زودی به پایان خواهد رسید. که
زمانی که به زودی اینها دارن مسئله یارانه رو از سبد کالاها حذف میکنن، یک موج گرانی بالایی اتفاق خواهد افتاد که بازاریا مثل همه مردم زیانمند خواهند شد. زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، بازاری چی رو میخواد بفروشه و چه جوری میتونه سود ببره از بازار؟ طبیعتاً اونها هم زیان خواهند دید. پس خیلی خیلی مهم هست این رو بدونیم که بازاریانی که رده های میانی بازار، مخصوصاً در کلان شهرها، تهران مهمترینش، دیر یا زود این فقر و فلاکتی که آخوندها بر جامعه تحمیل کردن، بازتابش، زیانهاش به بازاریان خواهد رسید. بازاریان ناچار به تعطیلی، خیلی هاشون ورشکسته و خیلی هاشون با وضعیت بد مواجه خواهند شد در همین موج گرانی پیش رو که اتفاق خواهد افتاد. پس خیلی مهم هست که همه بازاریا با مردم باشن، همه بازاریا این فضایی که در جامعه هست رو اونها هم به نوعی باهاش همراه بشن. و زمانی که مثلا چرا در کردستان میتونن بازار تعطیل بکنن، به رغم برای همه ما پیامک ها رو دیدیم که پروانه کسبتون رو میگیریم، دادستانی اطلاعات برای همه پیامک فرستادن که اگر بازار رو تعطیل بکنید فردا، یعنی دیروز پیام زده بودن، ما پروانه کسب شما رو میگیریم. ولی همه اومدن به طور یک صدا یک دست و اونها هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، نمیتونن تمام پروانه کسب ها رو بگیرن. پس خیلی مهم هست که بازاریان در تهران هم این رو بدونن که افرادی که دارن نقش سوپاپ اطمینان رژیم بازی میکنن از اونها نیستند. اونها رانت بگیرها و افراد فاسدی هستند که در کلان فسادی به اسم جمهوری اسلامی نقش دارن، سهم دارن، دور دارن و اونها منافعشون با بقیه بازار نیست. بقیه بازار باید این رو بدونن که منافع اونها در منافع مردم و با منافع مردم گره زده شده. بله خیلی متشکرم. بیننده سوال کرده، گفته این مطلب رو اشاره کرده که در یه خبری در فضای مجازی پیچیده و نیروهای سایبری و بین مردم دست به دست میشه که سرمایه‌های توقیف شده ایران آزاد میشه و به زودی دوباره ایران گل بلبل میشه و دلار پایین میاد. یه سری چنین مواردی، داستانش چیه جوانمردی؟ چندین بار این خبرهای فیک رو ما شاهدش هستیم. خیلی طبیعی است. ببینید جمهوری اسلامی از روشی استفاده میکنه، اینقدر شما دروغ 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 و شایعه پراکنی بکنید که در بین اون حقیقت گم بشه. شما کسی که بیاد مثلا بخواد در شبکه‌های اجتماعی خبری رو ببینه، اینقدر دروغ ببینه که اگر اتفاقی واقعیت رو هم دید اون رو هم باور نکنه. اینها سوت پایان برجامشون داره زده میشه. در تمام زمینه‌ها به بن‌بست رسیدن. هیچ افق روشنی نیست کدوم سرمایه ها. در ثانی بالفرض روزی سرمایه ها آزاد بشه، اولا چنین قراری نیست که این پول ها به ایران داده بشه، به جمهوری اسلامی داده بشه، یعنی اونجا فرستاده بشه. جمهوری اسلامی میتونه ازش برداشت بکنه چون این قانون شده در امریکا، در کنگره آمریکا، در دوره پرزیدنت ترامپ قانون شده که جمهوری اسلامی میتونه از دارایی هاش تنها به شرط موارد انسانی پول جمع بکنه. یعنی چی برداشت بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا میتونه دارو بخره. بله میتونه دارو بخره، میتونه به سازمان اوفک امریکا اینها با سند و دلیل بگن که این میزان مثلا داروی فلان رو و واکسن کرونا رو داریم وارد میکنیم، از مدرنا فایزر یه جایی خریدیم داریم وارد میکنیم، پولش رو میکنیم، پولش رو میدن. ولی اینکه پول بدن به آقایون بیاد دلار بیاد پایین، این دروغ مطلق آقایون هست. به زودی شاهد خواهیم بود که وضعیت خیلی بدتر خواهد شد از این. یک و نیم دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. بیننده ای گفته که از آقای جوانمردی در مورد مافیای فولاد بپرسید که آیا برنامه‌ای دارن تو کانال تلگرامیشون در آینده یا نه، چرا که اینا مدیر مردمی شرکت سنگ آهن باف رو عزل کردن و یک سپاهی به نام مشتبه حمیدیان رو بدون هماهنگی با مسئولین شهرستان باف معرفی کردن. یک دقیقه و 20 ثانیه وقت داریم. نه در باف، در اصفهان، در مبارکه، در شاهنشهر، در کرمان، مثل کرمان، در آذربایجان، معادن آذربایجان همه سپاهی گذاشتن در رأس معادن، در مسئله مخصوصا فولاد. همه هدف اصلی اینها چی هست؟ سپاهی در غارت سهیم هست، هیچ تخصصی هم نداره، در نابودی هم بیشترین دست و نقش رو داره ایفا میکنه. مسئله بیابی که در اصفهان هست، در مناطق مختلف ایران هست، از مافیای فولاده، از کم آبی، از باران و از این نیست.
از حتی فساد مدیریتی هم به تنهایی نیست. به طور عمدی اینها دارن فولادی رو تولید میکنن که یک سوم این قیمت فولاد بین المللی رو داره. یعنی شما دارید فولادی رو تولید میکنید به قیمت این تولید دارید آب تمام رودخانه ها مناطق مختلف ایران رو به هدر میدید، فولادی تولید میکنید که سه برابر قیمتش با فولاد مثلا چین یا فولادی از این کشور دیگه بگیرید. چرا؟ چون درش رانت هست، رانت دولتی هست که سپاه داره میبلعه و غارت هست و پول هست. مافیای فولاد رو به طور مفصل در موردش صحبت خواهم کرد. خب سپاسگزارم شما جهانمردی عزیز و از شما بینندگان و هموطنان پوزش میخوام به خاطر انبوهی از پیام‌های اومد که ما وقت نداشتیم. خدا نگهدار شما جهانمردی عزیز و همچنین شما بینندگان بزرگوار.